همینجا خودش آویزون کرده؟ بله آقا، با همین لنگی خودشو دار زده بود، یه سرشو بسته بود به لوله، یه طرفش هم پیچیده بود دور گردنش. با لباس؟ بله بله. مطمئنی خودکشی بوده؟ آقا دوربینای مدار بستمون توی راه رو ورودشو تنهایی به حمام نشون میده، اما دیگه خارج شدنشو نشون نمیده. البته جواب پزشکی قانونی هم هنوز نرسیده. این سنگ از سخت افتاده؟ نه آقا، چند تا قلوه سنگ تو جیبش بود. جیبش؟ بله. عجیبه. صاحب شو کاغذ بیا 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 بالات خدافظ. پیدا نکنن از اینجا تکون نمیخورم. خب پدر من باید زنگ میزنی 110 بری کلانتری، اگه لازم بشه میفرستنت اینجا. خب شما اصلا پلیس هستید یا نیستید اینجا؟ اینو به من بگید. اگه شما پلیسید باید دوچرخه منو پیدا کنید بهم بدید. چطور نافذ رفتی تو مانجو؟
خیلی عجیبه کاوه، یه دستگاه خودپرداز ساختن که هیچ احتیاج به رمز نداره. دستتو میذاری، رگای دستتو اسکن میکنه، همه اطلاعاتتو دریافت میکنه، بعد میتونی پول جابجا بکنی، پول ازش بگیری، بارون بیاد چتر میشه، باهات حرف میزنه، میتونی درد دل کنی، میره برات خرید میکنه. تموم شد؟ تموم که نه، این شروع یک زندگی جدیده، برای اینکه دیگه رمزی وجود نداره که هکرها بخوان هک کنن. برو بیرون ببین میتونی دو چرخه پیرمرد رو پیدا کنی. دو چرخه؟ یه پیرمرد نشسته دم در ورودی دو چرخش رو دزدیدن. برو ببین میتونی پیداش کنی. چه آدمای پدید و بدذاتی پیدا میشن. ما چه کمکی از دستمون برمیاد؟ برو یه آماری بگیری خونه‌ش هم کوچه بالاییه. پیداش کن براش. چه بخت و اقبالی من دارم. خب بعد دنبال دو چرخه پیرمرد بگردم. همسنفای من دنبال قاتلای زنجیره‌ای، هکرای یادم. یه کاری انجام بده. یادم نمیاد. پاشو محسن. جدی داری میگی؟ نه پس، من با تو شوخی دارم. شوخی نداریم پس، دیگه خیلی جدی. پاشو برو محسن. آره زنگ بزن زندان، بگو این فیلم دوربینای مدارابسته هموم رفتن پنجلی برای بفرستم. این پنجلی ذهنتو درگیر کرده با؟ دقیقا دم برودی نشسته. پنجلی؟ پاشو محسن. پیر مرد مهربون مزرم شما. سلام. سلام علیکم. پرونده آوردین برامون؟ بله. من ببینم چیه بعد. دو تا پرونده است که یکیش البته برای شماست، اون یکیش هم برای جناب سرگرد الماسیه. چی هستن؟ یکیش که مربوط میشه به دزدیده شدن یه مقدار پارچه توی کارخونه نساجی، اون یکیش هم پیدا شدن دو تا جسد پیرمرد توی آبانبارای اطراف تهران. ممنون. خیلی عالیه، خیلی چون کمک به پیرمرد و وزیشه ماست دیگه. اون پیرمرد این و تو پیرمردن گناهی نکردن که، ما به همشون کمک میکنیم. منتظر پایین محسن. چند تا تا پارچه بوده؟ تقریبا 1000 تا. خارج کردن 1000 تا تا پارچه از کارخونه با این تشکیلات و نگهبان و دوربین کار هر کسی نمیتونه باشه. نه واقعا جناب سرگرد، ولی به خود من هنوز شوکم. آقا مگه میشه یه دفعه این همه پارچه چی شدن؟ مگه اینکه آب شده باشه رفته باشه تو زمین؟ نگهبان چی میگه؟ چیزی ندیده. قابل اعتماده؟ آره. مالک کارخونه کیه؟ من و آقای بهادری شریک و مالک این کارخونه ایم. بله. اسم شما چی بود؟ خرسند هستم. میتونم برم جایی که پارشا بودن رو ببینم؟ بله حتما، بفرمایید. دوربیناتون کجاست؟ متاسفانه اینجا دوربین نداشته. عجیبه، شبیه انبارم نیست. بله جناب سرگرد درست میفهمید. پارچه ها یه مدتی اینجا نگهداری میشدن. اینجا همتون که میبینید یه سالن تولید قدیمیه که مدت این ازش استفاده نمیشده. یعنی کارخونه انبار نداشته؟ چرا؟ ولی یه آتیش سوزی یه جزئی توش شد، ما پارچه ها رو موقتا آوردیم اینجا تا انبار اصلی رو تعمیر کنیم. علت آتیش سوزی؟ ظاهرا تو یکی از لوله های گازی نشتی جزئی بوده. تشخیص چی بوده؟ تشخیص چی؟ گزارش آتش نشانی اداره بیمه. راستش آتش سوزی انقدر بزرگ نبود که آتش نشانی بیاد. بچهای خودمون خاموشش کردن سری. ما اینجا همه جا کپسول آتش نشانی داریم. ولی قرار شد بچهای بخش ایمنی دوباره همه چیزو چک کنن. با توجه به چیزی که دارین میگین، رو چه حسابی شما پارچه‌هاتون اینجا نگه داشتین؟ جناب سرگرد، ما پارچه‌ها رو بر اساس سفارش کارخونه تولید می‌کنیم. بعدش هم ما جنسمون اینجا زیاد نمی‌مونه. اتفاقاً و استثنا یک دو هفته این اتفاق افتاد. وقتی همه چیز استثنان میشه، باید ببینیم که علت این استثنان ها چی بوده. خب میگفتید؟ من فکر میکنم کاملا اتفاقی بوده و یه نفری از این ماجرا سوء استفاده کرده.
یعنی میگی یه نفر از داخل کارخونه این کار انجام داده؟ آخه یه همچین اتفاقی نمیتونه کار کسی بیرون از کارخونه باشه. ببخشید محسن. کابه سلام، کجای کارخونه ای؟ کجایی مگه؟ من تو حیاتم. پیره مرده چی شد؟ میگم برات، میگم حالا کجا بیام. باشه همونجا باش، سلامی هم پیدات میکنم. من میرم روی چرخی بزنم، شما هم همونجا بمونید، من همکارم یه باتون صحبت میکنم. کاوه سلام. سلام، چطوری؟ مخلصم. برو دوربیناشون چک کن، ببین درهای خروجی ورودی همه رو نگاه کن، ببین کجا رفته بیرون. هر دوربینی هم هر چیز ضبط کرده ازشون بگیر. تشخیص چی؟ پارشا که بهونه است. حدس میزنم من. آفرین، همون نکته اینجاست. اینا این زیر یه تشکیلات بزرگ مواد مخدر دارن. هفته گذاشتم سه تا از این روحاشون رو به طرز فجیعی سر بریدن. الان می برمین مفصل واسه من اونجا دارن. مراقبت کن از رفتار ترکت اضافی هم اصلا نکن. شوخی میکنی دیگه؟ آره. حالا برو باشون گپی بزن، منم برم یه سر انبار هستیشون. اطمان اینجا موقت بوده. برو سرگرد کیهان هستم از اداره آگاهی، اومدم برای تحقیق سرقت. ببخشید جناب سرگرد، چرا به من چیزی نگفتن؟ چطوری اومدین داخل؟ شوخی میکنی با من؟ یه تریلی پارچه از این در رفته بیرون، هیچکی نفهمیده من چطوری اومدم داخل. شما انبار داری؟ فعلا که نه، یعنی انباری نیست فعلا. اینجا این تا این تعمیرات تموم بشه. تعمیرکار کجا هستن؟ امروز نیومدن، فکر کنم به خاطر این ماجرای برق منتظر برقکار هستن. چیزی که به درد ما بخوره نداری به ما بگی؟ راجع به دوزی؟ یعنی دوزی کار اون باشه؟ حالا شریک دوز باشه یا دوزی کار اون باشه، هر چی. راستش چی بگم؟ یه تعداد کارگرها هستن شاکیان از این شرایط. بعضی هاشون هم دنبال دردسر هستن. ولی اینکه بخوام بهشون مشکوک شده باشم واسه دوزی فکر نمی کنم. نه. از چی شاکیان؟ مسائل مالی دیگه. اینو در نظر نمیگیرن که اینا هم دستشون خالیه، بازار بالا و پایین داره، جنسی که میفروشن به مشتری چه که سه ماهی بهشون میده از اینجور چیزا. اینا فکر میکنن چون تولید هست فروش هم حتما هست. معمولا چقدر معوقه دارن؟ حدودا دو ماه، الان یه مدتی دو ماه یه بار حقوق میدن. ظاهرا شما مشکلی نداری. والا چی بگم، آدم بعد انصاف داشته باشه دیگه. الان کارخونه‌های دیگه 4 ماه 5 ماه حقوقشون عقب میفته. شما اسمتون چی بود؟ کوچیک شما شهرام هستم. خیلی ممنون. ممنونم آقا.
بله در خدمتیم آقا. مبارکه. مرغ سربردی براش؟ بله رسم دیگه، قربونی بلا رو دور میکنه. برای دزدی پارچه اومدین؟ بله. شما نگهبان بودی چیزی ندیدی؟ نه آقا من اون شب شیف نبودم. ممنونه، بفرمایید. با اجازهتون در خدمت. خواهش. نکته ای اصولی که ازش دزدی شده بود به خاطر اینکه استاندارد نبود بهش بیمه دزدی تعلق نمیگیره. خب اگه جنسو پیدا نشه جوری ضرر میکنیم که مجبور میشیم تعدیل نیرو کنیم. شرایط کارخونه هم جوریه که رو به شکستگی هستیم. متاسفم خودتون بیتایی کردیم. میدونم قربونتون برم، حق با شماست، ولی فعلا همین امیدم شما هستیم. امیدتون که به خدا باشه، ما هم پیگیریم. این شماره من، اگه چیزی موردی پیش اومد با من تماس بگیرید. ممنونم. خدا نگهدار. ممنون. اینا چی سوزی و دوزی نمیتونن بی رفت به هم باشن؟ میتونن هم بی رفت به هم باشن. بی رفت که نمیتونن باشن، چون اگه آتی سوزی نبود پارچه رو از یه جای امن به یه جای ناامن نمی بردن. شاید اتفاقی بوده. یه چیزی اتفاقی نیست، حتی اگه خلاف حسابت باشه. مقاومت میکنی، مقاومت میکنی. نخوردی شب باز؟ نتونستم بخوابم. چه خبر اشکا کردی؟ من فهمیدم اینا یکی از کارگراشون رو 3-4 ماه پیش اخراج میکنن. خب برای چی؟ دزدی. البته به همه گفته بوده میخوام دزدی کنم. چیکار کرده؟ ظاهرا 3-4 ماه بوده حقوق نگرفته و دستش تنگ بوده، میاد میگه من زنم مریضه، بیمارستان احتیاج به پول دارم، کسی محل نمیده. خب امروز کار که تموم میشه 4 تا طاقه میزنه زیر بغلش، میاد بیرون میبره همه رو میفروشه، بعدم برمیگرده به صاحبای کارخونه میگه چیکار کرد. بعد اونم اخراجش. نه تهدید کرده بود، گفته بود اگه باز پولمو ندین دوباره همون کارو میکنه، میندازنش. شماره ای تلفنی چیزی آدرسی ازش گرفتی؟ آدرس که نه، ولی شمارش گرفتی. بازم خدا رو شکر شمارش رو گرفتی. خبرشون به بگید اداره. تشکر. ببخشید من تلشه. ممنونم. چی شد؟ خون مرغ که هست ولی خیلی عجیبه. چی عجیبه؟ یه آنزیمایی از خون انسان هم داخلش. چقدر؟ زیاد نیست ولی هست. میشه گروه خونش رو فهمید؟ بله حتما. لطف میکنیم بدیم براتون. من ببخشم. ممنونم. بشم. کابه چی شده محسن؟ سلام. ببین هم خون آدمیزاده هم خون مرغ. یعنی چی؟ این ترکیبیه دیگه. گفتی گروه خونی در بیاره؟ آره آره. خیلی خوش. یه نکته ای من به نصیر گفتم بیاده داره. پس خود باشه حرف بزن. باشه حتما. خدافز. خدافز. داریم وقتتون رو تلف میکنم جناب فرمان. اونجوری که به عرضتون رسوندن نیست. تو نگران وقت من نباش. من تو زندگیم یه تخم مرغ هم ندزدیدم. آخه تو کارخونه چیزای دیگه میگفتم راجبت. دزدی نکردم، حقم رو برداشتم. حقتو برداشتی. حقتو باید یه جوری درست بگیری. اینکه یواشکی میری یه جای یه سری پارچه میزنی زیر بغلت میاد بیرون بهش میگن دزدی. دزد اونه که یواشکی تو تاریکی میره دزدی میکنه بعدش هم فرار میکنه. من که دزد نیستم. آفرین آفرین. آره قانع شدم، اصلا خیلی تاثیرگذار بود چیزی که گفتی. کاری که تو کردی بهش میگن دزدی تو روز روشن. پس به کاری که اونا میکنن چی میگن؟ چجوری باید سوی کم زن بچه‌مو سیر میکردم؟ من حقمو گرفتم.
کجا منو فکر نکردی اون 500 تاق پارچه که بردی حقته؟ 500 تاق پارچه؟ من اگه عرضه برداشتن 500 تاق پارچه رو داشتم الان اینجا نشسته بودم. تنهایی که نه، مثلا با دوستی، رفیقی، شریکی، یکی که این خودت فکر کنه بخواد حقشو بگیره، تصمیم میگیرین مثلا یه انبار آتیش بزنیم. چند بار بگم جناب سروان، من وقتی اخراج شدم یه بارم پامو اونجا نذاشتم. هر چند بار من میپرسم بعد بگی. چشم. چهارشنبه شب بین ساعت 1 تا 3 کجا بودی؟ یا سر خط یا ته خط، دنبال بدبختی، دنبال مسافر. شاهدم داری؟ همه بچه‌های خط منو دیدن. از هر کی دلتون بخواد میتونید. ماشین مال خودته؟ نه بابا، ماشین اجاره است. از صبح تا شب دنده چاق میکنم، آخرش هم هر چی در میارم نصفش رو بدم به صاحب ماشین. سوال من رو جواب بده. نوشتم چی شد؟ باز شد؟ آره باز شد. بشین گوش کن بذار. چی کار میکنی دخترم؟ چی میگی با خودت؟ یه ساعت زل زدی به گلدونه، تو با خودت حرف میزنی، مشکلی داری؟ اتفاقی نه رو سایته؟ آره این یه برنامه رادیویی خیلی قدیمیه که خیلی پر مخاطبه، ترکیبی هم هست، بخش مسابقهش خیلی مشهورتره. معنی چند ماهی هستش گوینده شدم، یه یکی دو سالی هم هست که این سایت رو انداختم. ما مردم میگیم که بیان و تو این سایت آثار کوتاه ادبیشون رو مثل چه میدونم شعر و داستان کوتاه رو اونجا آپلود کنن. سبا اینکه همه میشنون، تو بخش مسابقه هم شرکتش میدیم. توی هفته گذشته این صداها فرستاده شد، خیلی جدی نگرفتیم، تا امروز زور که این فرستاده شد. به چشمشون که نگاه میکنم مدام به این فکر میکنم که کدوم واقعا حق زندگی کردن رو داره، این که جوانه یا اون که پیرتره. میخوای دوباره پخش کنم؟ آخرش میگه کمک. نه شنیدم. امکانش هست کسی بخواد اذیت بکنه مثلا مثل مزاحم تلفنی؟ آره احتمالش هست. خب رو سایت الان؟ خب این بوده. آره بچه ها ذخیرهش کردم، بعدم رو سایت برش داشتم. چرا؟ اشتباه کردم. آها، یعنی میخوای بگی که آدرس آفرو دیگه از بین رفته؟ داره تقریبا. آره بابا جون، داری جون بیای شام؟ چشم، امشام شام برو معلوم میای. باش داشتین حرفای من مخفیه نمیزدیم؟ نه ما حرفای من مخفیه نمیزدیم، برو شما الان ما میای. باش ببین این آدرس سایتتون واسه هم مسیج کن، این فایده رو هم واسه هم بفرست. اصلا بریم داری جون. بریم. تو ما دیگه صبح اداره نمیری، چه سیر میخوری؟ اتفاقا بازجویی هم دارم تا صبح روش میره. بس خوبه، دهن با کنی یا رو اعتراف میکنم. حالا کارش میکنم. حالا بیمه خودشون چی میگه؟ راستی سراغ بیمه نرفتن، ظاهرا خسارت کم بوده. همون موقع هم آقا دوزده اومده و برده، شک نکن که نقشه بوده. بله، حالا باید ببینیم کارشناس بیمه ما چی میگه. کاوه جان چرا بابا رو نبردی؟ ساده ای دختر جون، جناب سرگرد ما رو به حساب نمیاره که. من خودم یه اون کارشناس بیمه بودم پسرشون، یه نگاه بهش میندازم میفهم داستان از چه قراره. بابا جان شما نگاه ننداخته میگی داستان از چه قراره، ناجو دست و بالم بسته است. حالا میبردش کاوه جان، مگه ایرادی میگرفتن؟ خانم اونم بخواد من نمیرم، حرفا میزنید شما. ای بابا آجون، هم شما خدا تا بیای، هم من از خدامه که بیای، قانون نمیتونم ببرمت.
دیدی؟ دیدی چی گفت؟ وی کنم چه بحثیه میکنی؟ دیدیم آرومتر راجب چیزایی بهتر حرف بزنید. آره مثلا در برای زن گرفتن دای کابه شو بند کنم. آره ما هم گفتیم ایشون هم زن گره چه اینچونی میکنیم؟ من فره بازجوی ندارم که کارش روی بزا بخوره. چی بخوره بگیم میگه؟ بزا بخوره بابا جان، در سیر لذتیست که در انتقام نیست. بخور از سیر، بخور سیر خوبه، بخور. ناراحتی خودتم بخور. بخور از من. واقعا یکی از مشکل‌ترین کارهای دنیا است. به چشمشون که نگاه میکنم خودم به این فکر میکنم که کدوم واقعا حق زندگی کردن رو داره، اینکه جوانه یا اونکه پیرتره، اون زنه یا اون مرده، این یا این. کدومشون بیشترین بهره را از زندگی بردن حال وقت مردنشونه؟ کدومشون؟ هیچ وقت جواب این سوال رو نمیدونستم، اما یه انتخاب هست که ممکنه از همه سخت در بشه، اونم انتخاب قربانی که مطمئنی هنوز مزه زندگی رو درست افسوس که سبزه چکره بانکم رفت سره کپلون گون که گلو شو پرکم رفت خواستم بگمش که عشق من تنقلک نیست هی گلگی کردم تو مایه دل پتکم رفت آقا محسن سلام جواب پزشکانونی پنجلی اومده خودکشی بوده علت مرگم کپی فیلم دوربینه مدار بست اومد نه نه هنوز باشه پس بگیری باشه حتما بابا جان اوه عجب فلفلای باروتی الو میزنه الو کاری با ما نداری؟ داری میری بابا؟ داره ببین اگه این یارو گفت تو سوخته ها سور بیده بدون که حتما آتیش سوزی عمدی بوده پسر آره باشه دست در نکن خیلی پیش عمدیه مطمئنی؟ اگه مدرک میخواین یکم از این سوخته رو بدین آزمایش اگه توش سرب باشه که حتما هست نشون میده عمدیه صبح چی نشون میده؟ اینجا نه با گاز سوخته نه با اتصالی برق بنزین ریختن آتیشش زدن آتیش‌سوزی هم دقیقا از همین کف شروع شده نه با اون سیم برق و لوله گاز یعنی کابل برق اصلی رو عمدی قطع کردن خوبی شما آقای خورسند و آقای بهادری تشریف رو برده من همه هنگ کردم میتونید بید داخل خیلی ممنون میشه از تشریف بیم بیم بله حتما در خدمت شما هستم خوب هستیم قربان شما میشه اون شب سرقت شیفت شما بوده متاسفانه بله خب چی تعریف کنید والا من نه چیزی دیدم نه هیچی اون شب هم یه شبی بوده مثل بقیه شب یعنی هیچ ماشین نه تو اومد نه بیرون رفت چی؟ نه والا این دوربینای مداربسته میتونید ببرید چک کنید البته همکاراتون بردن ولی اگه شما هم بخواید میتونید ببرید هیچ صدایی هم نمیاد؟ نه البته من اینجا یه وقتایی تلویزیون میبینم ممکنه یه وقت صدای تلویزیون زیاد بوده من متوجه نشدم یعنی اون همه تاق پارچه بی صدا یهو آب شده رفته تو زمین چی بگم والا جناب سرگرد اگرم برده باشن از سوله اون سمت بودن اونجا دوربین نداره ولی به هر حال اگه از اینجا میبردن ما میدیدیمشون شما کل شب اینجا بودین؟ بله کل شب خیلی ممنون خواهش میکنم با این زخمتون خیلی بر ندید خونریزی میکنه نه این یکی از نگهبانهای اون شیفت ما ماشین نو خریده ما براش مرغ گرفتیم سر بریدیم یعنی من بریدم منم سر بریدم هم دست و کسی بسیار عالی هم
کار شماست؟ بله. در خدمت باشیم. بفرم. با اجازه. سلام. سلام. چه خبر جدید؟ خبری که فلان هیچ چیزی نسیر دیدی؟ آره باش حرف زدم. آدم بدی به نظر نمیاد. آرزو قضاوت نکن، بزن بغل این با این طرفه گپی بزن. سلام جناب سرگرد. ببخشید من یه جلسه کاری فوری برام پیش اومده. آقای بهادری هستم، منم میرسم خدمتتون. چرا؟ Thank you.